جان علی یک تن از جوانانی است که می خواهد به هنر نقاشی خود تحت حاکمیت طالبان نیز ادامه دهد، ولی با محدودیت های زیادی مواجه است. تازه ترین اثر هنری و نقاشی یک زن افغان با برقع می باشد. بر اساس تفسیر سختگیرانه طالبان از اسلام، به تصویر کشیدن چهره و یا صورت انسان ممنوع است. به همین لحاظ علی برای دوری از برانگیختن خشم این گروه مذهبی محتاطانه عمل می کند. در سرک ها و خیابان های افغانستان تصاویری از مانکن ها، پوستر ها و دیگر آثار هنری به چشم نمی خورد، زیرا همه آنها توسط طالبان از بین برده شده اند. علی 35 ساله قبل از حاکمیت طالبان آزادانه نقاشی می کرد و در حدود $280 در ماه درآمد داشت، اما حالا حتی $50 در ماه هم عاید ندارد. 12 الی 15 نفر با ما نقاشا کار میکردن. عایدات ما خوب بود و فعلا اردر نداریم، چون روان کردن بسیار مشکل شده، بسیار با قیمت گزاف تمام میشه با ما که ما تابلو رو روان کنیم، و حال تنها خودم ما کار میکنم، بسیار اردرهای ما کم شده. قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان، علی 15 کارگر در مغازه خود در ساحه شهر نو کابل داشت و درآمد خوبی از این بابت دریافت میکرد، ولی حالا بسیاری از آنهایی که در اینجا همراهی او نقاشی میکردند با مشکلات زیاد مواجه هستند. اینجا زیادتر مشتری های ما می آمدن، خارجی ها بود می آمدن دیگه، فعلا به خاطر که اینا به رسمیت قبول نشدن دیگه، تانوز سفارت ها بسته است، دفترها زیادتر بسته است، کس کابل نمی آین. تسلط سریع طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 میلادی اقتصاد افغانستان را بر رکود مواجه ساخته و اثرات منفی بر همه مشاغل و تجارت در بازارها گذاشته است. راضی به فروشات فعلا و قبلن خوب بود، حال از وقتی که کرونا شد و با رژیم تغییر کرد آهسته آهسته کار کم شد. تندروان گروه طالبان در یک سال گذشته با وضع تعداد زیادی از احکام و دستورات سرکوبگرانه ایشان بر مردم افغانستان که به دور از حکومت سختگیرانه آنها به دهه 1990 برمیگردد، کشور را به سالها عقب برگرداندند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.